با درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، آقای دکتر بیژن عبدالکریمی رو من به عنوان یک نوع اندیش دینی می شناختم و به ویژه یادم هست در سالهای بین 82 تا 87 که من در بند 350 زندان اوین بودم، در اون دوره از طریق صفحات اندیشه روزنامه هایی که به دستمون می رسید، مثل روزنامه ایران، روزنامه همشهری، خردنامه همشهری و شاید روزنامه اطلاعات، با اندیشه های ایشون آشنا شدم و برای اینکه خب منابعی در دست نداشتیم و من سعی میکردم از همین طریق مطالبی که مفید میدانستم رو جمع آوری کنم، توی زندان مطالعه کنم، گاهی یادداشت برداری میکردم. فکر میکنم آقای عبدالکریمی در بحث مربوط به فلسفه زبان یا فلسفه علم مطالبی رو طرح میکرد و برام جالب بود. اگر اشتباه نکنم اون زمان روزنامه ایران در دست جناح اصلاح طلب بود، هنوز دست جناح احمدی نژاد نیفتاده بود یا افتاده بود نمیدونم، و اون زمان صفحه اندیشه روزنامه ایران این تیپ افراد حرف می زدن و احتمال میدم که آقای پیمان عارف گفتگوهایی با آقای دکتر عبدالکریمی داشت، در اونجا منتشر می شد و من از این جهت بحثایی که همسال آقای عبدالکریمی مطرح میکردن رو تعقیب میکردن. هر حال در حوزه مسائل فلسفی یک پژوهشگر مباحث فلسفی بایستی که سعی کنه به روز باشه، یعنی بحثای نو، موضوعات نو، مسائل نو رو پیگیری بکنه و که از غافله عقب نمونه، برای اینکه مسائل خیلی سریع عوض میشه، موضوعات تغییر میکنه، استنتاجات و مسائل مختلفی که مورد بحث و بررسی قرار میگیره در فلسفه نو به نو میشه و تغییر پیدا میکنه. خب وقتی که آقای دوست عزیزم آقای وفامهر آقای ظفرمهر این گفتگوی آقای دکتر عبدالکریمی رو برام فرستاد، از این جهت برام جذاب بود، نه اینکه حالا اون بحث‌های سیاسی میکنه، بلکه میخواستم ببینم که یک نوع اندیش دینی در وضعیت کنونی چه حرفی داره. گویا ایشون در جمعی از بسیجی ها صحبت میکنه و بحث هایی رو طرح میکنه که ظاهراً سمت و سوی این داره که یک طرح آشتی ملی رو در اندازه و به تعبیر خودش میخواد که یک چارچوبی، یک بنایی به طرح‌ریزی کنه که در اون چارچوب و بنا یا گفتمان بتواند مسئله آشتی ملی و در واقع جمع کردن دیدگاه های متضاد از پوزیسیون و اپوزیسیون رو در اون کاتگوری، در اون چارچوب، در اون گفتمان مورد بررسی قرار بده و این موضوع مربوط مرتبط میشه با مجموعه ای از صحبت هایی که اینجا من داشتم زیر عنوان گفتگو یا بحث های مربوط به
روشنفکری و موضوعاتی از این دست. خب به لحاظ شکلی و صوری آقای عبدالکریمی در واقع در یک جایگاه خاص قرار میگیره در این گفتگو، برای اینکه مخاطبین او به نظر میرسه که گروهی از بسیجی ها باشن و ایشون تأکید میکنه و اشاره میکنه به این موضوع در جایهای در بخشهای مختلف از صحبت خودش. بنابراین به لحاظ شکلی و صوری آقای عبدالکریمی داره با مخاطبین حرف میزنه که خب اگر ایشون برخلاف دیدگاه های اونها حرف بزنه قطعا دعوتش نمی کنن. و ایشون داره میگه که بسیجی ها همیشه دعوتش میکنن و اون طرفی ها میگن که تو چرا تو جلسات بسیجی ها بیشتر میری، در جلسات ما نمیایی. و آقای عبدالکریمی جز افتخاراتش میدونه که بسیجی ها دعوتش میکنن. از دیگر سو وقتی که میخواد راجع به پوزیسیون و اپوزیسیون صحبت کنه، اپوزیسیون رو تقلیل میده به اصلاح طلب ها و از اصلاح طلب ها هم بیرون نمیره. و البته در صحبت خودش هم وقتی که میخواد از اصلاح طلب ها حرف بزنه میگه به اصطلاح اصلاح طلب ها، یعنی حتی تا این اندازه محافظه کاری میکنه که مبادا مخاطبین و پامنبری ها از دست ایشون ناراحت بشن. خب وقتی که یک کسی تا این اندازه خودش رو محدود میکنه به دیدگاه های یا سلایق و خواسته های مخاطبینش، این دیگه نمیتونه به عنوان یک روشنفکر حرف بزنه. اساسا روشنفکر علاوه بر این که فکر روشنی داره، فکر بازی داره، فکر آزادی داره که در مبحث مربوط به روشنفکری در همین مجموعه گفتارها من راجع به اون حرف زدم، علاوه بر این ویژگی ها از ویژگی شجاعت نیز برخورداره. یعنی روشنفکر باید آزاد اندیش باشه، آزاده باشه، شجاع باشه، اهل گذشت باشه، اهل ایثار و از خودگذشتگی باشه و مجموعه ای از این ویژگی ها رو داشته باشه تا بشود صفت روشنفکری رو بر او اطلاق کرد. آقای دکتر عبدالکریمی نشون میده که به نحوی وامدار بسیجی هاست و تقلیل میده سطح اپوزیسیون رو به اصلاح طلبانی که حتی نمیتونه راحت در مورد اونها سخن بگه و حرف بزنه. و چنین شخصیتی که البته بسیار هم علاقه‌منده که حرفهاش شنیده بشه و منتشر بشه، قرار هستش که یک گفتمانی رو پایگذاری کنه، یک چارچوبی رو طرح کنه، یک گفتگویی رو به راه بیاندازه که حاصل اون نوعی آشتی ملی باشه، نوعی تعامل و گفتگوی بین پوزیسیون یعنی حکومت و اپوزیسیون یعنی مخالفین حکومت باشه. منطقاً چنین امری ممکن نیست، برای اینکه آقای دکتر عبدالکریمی نمیتونه حتی اگر مایل باشه، دوست داشته باشه، نمیتونه آزاد باشه. او دارای دو تا محدودیت یا سه محدودیت اصولی است. اولین محدودیت مربوط به اندیشه خودشه. او یک روشنفکر یا بهتر بگویم یک نو اندیش دینی است. یک فیلسوف اسلامی است.
پس صفت دینی و اسلامی یا اسلامیت مانع از این می شود تا او آزاد اندیش باشد. نکته دوم این هستش که او می خواهد بین به سپاه و بخش انتصابی حکومت از ولی فقیه و نهادهای تحت امر که قدرت اصلی رو در دست دارن، میخواد که بین اینها و نیروهای منتقد و مخالف اینها پلی بزنه. پس باید به گونه‌ای حرف بزنه و برنامه ریزی کنه که سپاه و بسیج را خوش آید. پس این میشود مانع دوم. مانع سوم این هستش که ایشون اساساً شجاعت بیان حتی اندیشه های خودش رو هم نداره و این محافظه‌کاری و این تقلیل دادن مسائل و این پرهیز از راستگویی و صریح‌گویی در تمام در واقع سخنان ایشان در مجموعه حرفایشون کاملا آشکاره. پس به لحاظ صوری و شکلی ایشان صلاحیت این رو نداره که از یک طرح، از یک چارچوب، از یک استراکچر حرف بزنه که قراره در اون چارچوب و در اون استراکچر مثلا بین پوزیسیون و اپوزیسیون گفتگویی در بگیره. این نکته دومی که من می‌خواستم به اون اشاره کنم. بسیار خوب. به لحاظ شکلی و صوری این فیلسوف مذهبی ما یعنی آقای دکتر عبدالکریمی در جایگاهی قرار میگیره که من نمیتونم بگم ایشون حتی یک نوع اندیش دینیه و نمیتونم بگم ایشون حتی به شکل نسبی از یک نوع آزاد اندیشی برخورداره، بلکه ترجیح میدم بگم ایشون از موضع سخنگویی سپاه و بسیج حرف میزنه. یعنی آقای عبدالکریمی نوع اندیش دینی سقوط میکنه، تنزل پیدا میکنه و در جایگاه دلالی برای بسیج و سپاه قرار میگیره. حال چرا؟ توضیح خواهم داد. ایشان قراره طرح نو در اندازه، قراره یک پلتفرم، یک برنامه، یک استراکچر برای شکل‌گیری یک گفتمان ملی یا آشتی ملی یا صلح ملی پیریزی کنه. اما پایه این استراکچر خودش رو چی قرار میده؟ میگه که خب همه که به تمامیت ارضی باور داریم دیگه، این که دیگه واضحه، امر مشخصیه، امر بدیهیست. خب این تمامیت ارضی در واقع اصلیست برای همه ما و یعنی این که همه ما هم اعتقاد داریم ایرانی هستیم. چون داره اینو میگه، در واقع داره میگه آن چه در جو میرود آب است. خب ایرانی ایرانیست دیگه. مگر میشود که در واقع ایرانی بگوید من ایرانی نیستم یا ایرانی بگوید میخواهم ایران رو تکه تکه کنم؟ یعنی یک شخصیت، یک سازمان، یک گروه، یک جبهه، یک جناح اثرگذار باشد اما به تمامیت ارضی، به ایران باور نداشته باشد. مگر می شود؟ چگونه است که آقای عبدالکریمی چنین پیشفرضی رو مطرح می کنه؟ و بعد نتیجه می گیرد که روحانیت شیعه در حفظ تمامیت ارضی نمره قابل قبولی داره و قبول شده.
بسیار خوب، مسئله رو به این شکل مطرح میکنیم. مگر انقلابی که اتفاق افتاد به این دلیل اتفاق افتاد که شاه تمامیت ارضی رو حفظ نکرده بود؟ یعنی آیا اینجوری بود؟ شاه آمده بود و تمامیت ارضی ایران رو در معرض خطر قرار داده بود، انقلاب شد. اینجوره؟ چنین تلازمی برقراره؟ چنین در واقع ارتباط منطقی برقراره بین رفتار شاه و رفتار انقلابیون؟ البته شاه بحرین رو معامله کرد که این یک لکه سیاه و یک ننگ است برای او در تاریخ ایران. بحرین رو معامله کرد، ولی انقلاب به این دلیل اتفاق نیفتاد که شاه بحرین رو داده بود. من دارم در واقع بحث منطقی میکنم با آقای عبدالکریمی، چون میدونم ایشون اهل منطقه. وقتی که شما مقدمه ای رو قرار میدید، صغرا کبرایی رو میچینید، باید نتیجه شما در از درون اون صغرا کبرا در بیاد دیگه. شما میگویید که روحانیت شیعه در دفاع از تمامیت ارضی، حفظ تمامیت ارضی موفق بوده، باید مورد تجلیل قرار بگیره و یک اصله، یک پایه است. من میگویم که انقلابی که اتفاق افتاد به این دلیل نبود که تمامیت ارضی مورد خطر قرار گرفته بود، ابدا. انقلاب برای چیزهای دیگری بود که حالا توضیح خواهم داد. و اگر اشاره آقای عبدالکریمی به نمره قبولی روحانیت شیعه و حاکمیت موجود در دفاع از تمامیت ارضی این باشد که جنگ 8 ساله و حمله عراق به ایران، اولا اونجا این جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی بود که تحریک کرد. به خودی خود صدام به ایران حمله نمی کرد، بلکه ایشون و همدستانش دائم تحریک کردند و به ویژه در پیام‌های متفاوت از مردم عراق، به ویژه عشایر در جنوب عراق، خواستند که علیه صدام قیام کنند، انقلاب کنند و صدام رو سرنگون کنند. آیا نکردن؟ پیام های متعددی که آیت الله خمینی داد، حتی مواضع تندی که آقای منتظری به عنوان جانشین آقای خمینی در نماز جمعه تهران علیه صدام اعلام کرد و سایر شخصیت ها و روحانیون و بلندپایی حاکم در کشور، اینها بودن که صدام رو تحریک کردن. یک. دو، اونی که در برابر صدام ایستاد جوانان این کشور بودند. بسیاری از جوانان این کشور برای دفاع از وطن مقابل صدام ایستادند. آقای عبدالکریم، شما اینا رو گذاشتی به حساب روحانیت و حاکمیت؟ خود من به عنوان جوانی بودم که در جنگ شرکت کردم، 2-3 بار مجروح شدم، 2 تا از برادرهام در جنگ شهید شدن، خانواده‌ام جنگ زده شدن و هر اون چه از بلا و مصیبت که یک خانواده میتونه به دلیل وقوع جنگ ببینه ما دیدیم، از نزدیک لمس کردیم. و آقای عبدالکریمی و امثالشون نمیتونن تو این زمین ها برای ما چیز جدیدی بگویند. هر حکومت دیگری هم بود، اگر کشوری حمله میکرد به ایران، چشم طمع داشت به خاک ایران، حتما دفاع میکردی. ربطی به حکومت نداره، ربطی به ایدئولوژی حاکم نداره. که آقای عبدالکریمی بخواهد مسئله دفاع در برابر بیگانه رو افتخاری بدونه، امتیاز بدونه برای روحانیت و نتیجه بگیره که پس اینها خوبن،
و اینها باید باشند. و البته ایشون میره از بین اپوزیسیون های مختلف سازمان مجاهدین خلق رو پیدا میکنه و هم داستانی رجوی با صدام رو مورد استناد قرار میده و نتیجه گیری میکند که خب مثلا اینها وطن فروش بودن و حاکمیت هستش که وطن پرسته. اینجا هم پاسخ داره. اولا اینکه خب کاری که سازمان مجاهدین خلق کرد قطعا محکوم. در زمانی که جنگ بین ایران و عراقه، وقتی که رفتن در کنار صدام قرار گرفتن به هر دلیل، این نوعی خیانت، تردیدی در اون وجود نداره و من ندیدم هیچ اپوزیسیونی هم از کار مجاهدین در این زمینه دفاع کنه یا محکوم نکنه. اولا دوما حتی همین مجاهدین وقتی که رفتن با صدام نشستن، اونها نرفتن بشینن که صدام با صدام هم دست بشن علیه تمامیت ارضی برای تجزیه ایران، هیچگاه این رو نکردن و نگفتن، بلکه اونها از یک منطقی استفاده کردن که قبلا آیت الله خمینی استفاده کرده بود. مگر ایشون در عراق که بود، یاران ایشون از امکانات عراق از جمله راه اندازی رادیو و صدور بیانیه اینها استفاده نمی کردن علیه رژیم شاه؟ مگر آقای خمینی به فرانسه نرفت و سایر همراهان ایشون و از اونجا استفاده نکردن علیه رژیم شاه؟ خیلی خوب، سازمان مجاهدین خلق هم گفتن ما میریم در کشور عراق که در با خمینی در جنگ، اونها جنگ صدام با خمینی میدونستن، جنگ رژیم حاکم بر عراق با رژیم حاکم بر ایران میدونستن، نمیگفتن که صدام داره با ایران میجنگه، با ایرانی میجنگه، اگرچه اشتباه میکردن، برای اینکه حتی اگر که موفق میشدن در عملیات فروغ جاویدان با حمایت صدام میومدن داخل کشور و میگرفتن ایران رو، مجبور بودن به صدام باج بدن، برای اینکه میگو خیلی خوب حالا شما پیروز شدید، من کمکتون کردم، بنابراین قرارداد الجزیره بی قرار داد و شرط العرب مال ماست و سایر ادعاهایی که صدام داشت. این نتیجه منطقیه، کار اشتباه بود. اما حتی همین مجاهدین چیکار نمیگفتن ما علیه تمامیت ارضی ایران میخوام اقدام کنیم و ایران رو میخوام تجزیه کنیم. اونا مشکلشون با حکومت ایران بود. و بحثی که وجود داره اینه که آقای عبدالکریمی میخواد از بحث تمامیت ارضی به عنوان یک مسئله، به عنوان یک موضوع جعلی، به نظر من یک موضوع جعلی، به عنوان یک مسئله غیر اصیل استفاده کنه، به این دلیل که اساساً تمامیت ارضی یک امر پذیرفته شده است در مباحثات سیاسی، در طرح‌ریزی پایه‌ریزی یک گفتمان ما نمیاریم واردش کنیم و بعدم نتیجه بگیریم خیلی خوب حکومت تمامیت ارضی رو حفظ کرده، حفظ میکنه پس مشروعه. نه، ما میگیم که اولا در انقلاب بهمن 57 مشکل انقلابیون با شاه مسئله تمامیت ارضی نبود، مسئله عدالت بود، مسئله آزادی بود، مسئله برابری بود، مسئله مخالفت با تبعیض بود، مخالفت با فساد بود، مخالفت با سانسور و شکنجه و تفتیش عقاید بود. ایناست. اون چارچوبی که میخوای بریزی چارچوبت اصیل باشه، واقعی باشه، چارچوب فیک نباشه، جعلی نباشه. بحث تمامیت ارضی رو که شما نمیتونی بیاد به عنوان یک مسئله بدیهی فرض اولیه قرار بدی و بعد هم امتیازش رو و انحصارش رو ببری برای حکومت و سپاه و بسیج. این بیراه رفتنه. پس شما میتونی یک طرحی بریزی، پایه‌ای بریزی برای بسیج و سپاه، خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. بسیج و سپاه که خودشون دارن دیگه، نیازی ندارن شما بیای از موضع نواندیش دینی اینقدر سغرا کبرا کنی که نتیجه بگیری که تمامیت ارضی، بعد هم
بگی که بله سپاه خیلی موفق بوده، سپاه نیازه. نمیگی در واقع ارتش قدرتمند نیازه، بلکه میگی سپاه نیازه. میبینید چقدر تحت تاثیر مخاطبین و پا منبری ها هستی؟ من که گفتم بهتره بگیم دلال یا سخنگوی سپاه، به این دلیل گفتم ابتدا یک پیش‌فرضی قرار میدی، فیک جعلی بی اساس موهوم تحت عنوان تمامیت ارضی. تمامیت ارضی رو همه قبول دارن، هر ایرانی میگه من ایرانی هم دیگه، ایرانی که دیگه نمیاد راجع به ایرانیت خودش خدشه کنه که بعد بگی تو بخوای یاد بدی که آقا خدشه نکن. خود خدشه نکردن نیاز به مبصر داره، نیاز به قیم داره، اونم روحانیت حاکمه. و بعد هم از درون اون نتیجه بگیری که سپاه، خب بحث رو میکشونی به مسئله سوریه و یمن و جاهای دیگه. البته ایشون تو صحبتشون میگه من به عنوان کانسرواتیو و نمیدونم به عنوان یک پوفیوز و به عنوان یک محافظه‌کار منو تلقی نکنن یا بکنن. نه، ما چنین انگهایی به شما نمیزنیم. ما به هیچ به عنوان به انسان و شرافت من نمیگیم پوفیوز، این ابدا. ولی شما دارید مغلطه میکنید، دارید سفسطه میکنید، دارید بیراهه میرید. فرض و مقدمتون رو تحت تاثیر نیروی حاکم قرار دادید، یعنی شما فرض و مقدمه رو یه جوری میریزید که تش تایید سپاه و بسیج و حضور در سوریه و اون جنایاتی که اسد کرده که میگی من هم ممکن است با جنایات اسد مخالف باشم. خب معلوم است که جرأت نمیکنه بگی مخالفم. خب آدمی که اینقدر ترسوه، اینقدر محافظه‌کاره، اینقدر توی در تاثیر جو حاکمه که نمیتونه حرفشو درست بزنه، نمیتونه در گفتمان بریزه، نمیتونه گفتگوی جدید ایجاد کنه، این فقط میتونه سخنگوی بسیج سپاه باشه. در این حد من قبولت دارم و مورد خطاب قرار میدم. پس آقای دکتر عبدالکریمی، مگر تمامیت ارضی ایران از سوی شاه مورد خدشه قرار گرفته بود که انقلاب باید میشد با این منطق شما؟ مگر اینکه آقای خمینی و روحانیون شیعه که آمدن و انقلاب رو مصادره کردن به نفع خودشون، مگر اینها آمدن بحرین رو برگردوندن، آذربایجان رو برگردوندن، اشقاباد رو برگردوندن، ایروان رو برگردوندن، کجا رو برگردوندن؟ اینا که در واقع از ایران جدا شد و رفت و جدا شده بود و خیلی جای دیگه. پس اینی که شما بگید بله روحانیون تمامیت ارضی رو حفظ کردن، نه خیر، تمامیت ارضی رو حفظ نکردن. اگر منظور شما جنگ 8 ساله، جنگ رو تحریکش خود آقای خمینی کرد، مگر گر رو گر بیانیه نمیداد به اشعار جنوب و نمیدونم بصره و فلان به پاکیزید علیه حکومت صدام یزید کافر، مگر نمیگفت؟ مگر علنا دخالت در کشور دیگر نکردن؟ مگر تحریک نکردن؟ مگر صدام جز به کسانی نبود که اولین کسایی که انقلاب بهمن 57 رو به رسمیت شناخت و حاضر بود بیاد ایران؟ چرا تحریکش کردن؟ میخواستن عراق انقلاب کنن، میخواستن وضعی به وجود بیاد در عراق که الان به وجود آمده، و این بود که صدام هم حمله کرد به ایران. اینا تحریک کردن و او حمله کرد و او حمله کرد و چی کسانی دفاع کردن؟ فرزندان ایران. فرزندان ایران آخوند نبودن. اتفاقا آخوندها کمترین نقش رو داشتن. من تو خود جنگ بودم، من مجروح جنگم، من خانواده دو شهیدم، من همه چیز رو از جنگ، از دوران مجروحیت خودم تا دوران شهادت برادرام، تا دوران یتیم شدن 3 برادرزادم، تا دوران بی خانمان شدن خانوادم و هر نوع سختی که در یک جنگ ممکنه خانواده ما دیدم. پس دیگه کسی نیاز نیست برای ما این چیزها رو آموزش بده. لذا من و میلیون ها تن مثل من در جنگ دخالت کردیم، شرکت کردیم و صدام و لشکریانش رو بیرون ریختیم. چرا میخوای بذاری به حساب آخوندهای حاکم؟ بنابراین اینجا هم این جایگاهی نداره. تمامیت ارضی پایه و اصلی نیست که شما بخوای مبنای گفتگو و گفتمان خودت قرار بدی. بسیار بیراه است. یعنی یک اصل جعلی است، برای اینکه امر بدیهی است. هیچ ایرانی نیست که بگه بخوام ایران رو تجزیه کنم در بین مخالفین. پیدا کنید شما مخالف ترین آدم ها رو شما نگاه کنید. مثلا برید تو سلطنت طلب ها، آقای اردشیر زاهدی یک سلطنت طلب مخالف انقلاب، همه جوره واسطه رژیم شاه، از حضرت عالی بیشتر از سپاه داره حمایت میکنه و از نمیدونم
اقتدار سپاه اون بحثایی که شما دارید تلاش میکنید جا بندازید، چه گفتمانیه این، چه چارچوبی که شما دارید میکنید؟ میخوای بری با اردشیر زاهدی یاد بدی آقای اردشیر زاهدی مخالف جمهوری اسلامی، یا آقای هوشنگ امیر احمدی مخالف جمهوری اسلامی که اینا از حضرت عالی هم بیشتر از بیشتر حضرت عالی از سپاه و نمیدونم از اقتدار پوشالی که ایجاد کرده حمایت میکنن؟ شما بیاید لطفا روی تمامیت ارضی اول توافق کنی. خب میگه آقا برو استاد به کارت برس. تمامیت ارضی یک امر بدیهی روشنه برای هر ایرانی، حتی گروه هایی که به تجزیه طلبی به ناحق متهم میشن از سوی جمهوری اسلامی، اینا هیچ کدوم در هیچ شعارشون در هیچ خواستشون خواهان جدایی بخش از ایران از ایران نیستن، خواهان حقوق برابرن، خواهان عدالتن، خواهان دموکراسیان، خواهان آزادیان. این اتهامات جعلیه، این فرضیات پیش فرض هم جعلیه. پس پیش فرض اول شما مخدوشه. تمامیت ارضی نمیتونه مبنای گفتگو بین مخالف و موافق قرار بگیره، نمیتونه پای و بیس یک چارچوب نظری و تئوریک برای حل مناقشات و منازعات قرار بگیره. شما بیراهه میروید. بیراهه رفتنتون هم نه اینکه نمیدانید، میدانید، میترسید، محافظه کاری میکنید، اتفاقا دقیق گفتید به شدت محافظه کاری میکنید. بنابراین این یک مسئله که مخدوش. بسیار بسیار جالبه، حضرت آقای دکتر عبدالکریمی مقدمه رو میگن، نمیگن آزادی، نمیگن دموکراسی، نمیگن حقوق بشر، نمیگن مخالفت با خشونت، نمیگن مخالفت با سانسور، نمیگن مخالفت با شکنجه، نمیگن مخالفت با اعدام، نمیگن اجرای قانون، هیچ کدوم از اینا رو نمیگن. حالا به خصوص دارن از یک موضع مثلا عمومی هم هست، بلکه میگن حفظ تمامیت ارضی. یعنی انگار یک میگه من میلیتاریستی نیستم، ولی دقیقا از موضع میلیتاریستی داره به مسئله گفتمان به اصطلاح عمومی حرف میزنه، از این موضوع داره حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه بخواد مقدمه بعدی رو بچینه، نتیجه دوم رو بگیره. نتیجه دوم چیه؟ اینی که میگه خب چون تو تمامیت ارضی رو میخوای و چون جمهوری اسلامی موفق بوده در حفظ تمامیت ارضی، انگار مثلا نصف ایران زمان شاه رفته، حالا جمهوری اسلامی پس آورده، پس جمهوری اسلامی موفق بوده. عجب هنرمند در این جمهوری اسلامی. آقا شاید اگر شما این حرفا رو برای خامنه ای و سردار سلامی و نمیدونم اون کیه مال اطلاعات سپاه تایب بزنید، اونا بگن بابا دمت گرم تو دیگه هستی، تو که از ما واردتری و جالبتر داری مشروعیت میدی به عموم و کارامون دیگه. میگه که تمامیت ارضی بعد خوب سپاه، کسی که میخواد چارچوبه نظری بریزه، پایه یه گفتگوی گفتمان رو بریزه، مدعی بیطرفیه، ادعای روشنگری داره، دائم از روشن فکر حرف میزنه و این واژه ها رو عین نقل و نبات همینجوری بالا و پایین میچرخونه و لغلغه زبان میکنه، او با این اندازه از ناشیگری وارد بحث نمیشه. یک نظامی نیست، یک روشن فکره، حتی یک کانسرواتیو نیست، یک اینجا باید انقلابی باشه، اینجا باید زبانش برنده باشه، باید شجاعانه باشه، باید ترس رو غلبه به اصطلاح راه نده. میگه خیلی خوب، حفظ تمامیت ارضی میشه یه پایه. خب دومیش چی؟ دومیش میگه که حالا کلی هم راجع به این که روشنفکر و روشنگری و روشنفکری و نواندیشی و چنین و چنان و خب واژه هم دیگه هستن، زیاد هم هستن، تمید هستن میشه اینه اونایی تصدی هم دست دارن دا خب یکی یکی اونه رو چلاف 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 حرکت دار. خب که چی؟ من اونایی که حالا ناراحت هم میان میگن که سپاه رفته در سوریه و در نمیدونم کجا و کجا و کجا دخالت کرده، نه 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 اینا نباید اینو بگن، باعث اقتدار ماست. خب بی انصاف، سپاهی که پاشه رفته سوریه، مردم سوریه رو کشته، کودک کشته، بزرگ کشته، کوچک کشته، این کجاست به اقتدار تو کمک کرده؟ مگه تو با کی جنگ داشتی؟ کدام دشمن خارجی ریخته از سوریه حرکت کنه بریده ایرانو بگیری که سپاه رفته اونجا جلوشو گرفته؟ ها؟ در عراق چی؟ در یمن چی؟
شما که داری پای و لوجیک گفتگو رو میریزی، داری طرح اولیه رو ارائه میدی، پیش طرح رو ارائه میدی، چرا انقدر ناشیگری میکنی؟ حداقل بیا بگو خیلی خوب، تمامیت ارزی پس نیروی نظامی، اسم سپاه رو چرا میبری؟ چرا اصرار و تاکید داری بگی سپاه و ارتش؟ میتونی بگی آرمی دیگه، کلی نیروی نظامی. ما نیاز به یک آرمی قدرتمند داریم، بسیار خوب، کسی منکرش نیست. نیروی در واقع سپاه رو اینجا برای چی وارد کردی؟ غیر از اینه که اونجا وام داری، غیر از اینه که میترسی حرف بزنی، غیر از اینه که با منبریات بسیجی و سپاهی هم، غیر از اینه که اونا خواستن بیان حرف رو بزنی، واضح بهش میگم. جنایاتی که سپاه در سوریه کرد ضد حقوق بشری، من به عنوان یک انسان اینجا حرف میزنم، فقط ایرانی نیست، میگه که داعش بود. خیلی خوب، داعش که تو ایران نبود، اینم یک مغلطه است، یک انحراف افکاری است، یک عوام فریبی است که حاکمین کردن بکنن. بسیار خوب، حضرت عالی به عنوان نوع اندیشه دین میتونی، به نوع اندیشه دینی میتونی بگی خیلی خوب، داعش قصد حمله به زینبیه رو داشت، به کربلا رو داشت، به سامرا رو داشت، مراکز مذهبی مقدس شیعه است، بر شیعیان عراق و سوریه و فلان است که دفاع کنن. اگر نتونستن، شیعیانی از ایران، از پاکستان، از افغانستان، از هر جا داوطلبانه میتونن برن، داوطلبانه با خرج خودشون، با هزینه خودشون، نه هزینه یک مملکت. اون هزینه یک مملکت مربوط به همه مملکته، توش تونی هست، شیعه هست، مسیحی هست، بیدین هست، گبر هست، هر چی شما میخواید بذارید. هیچ حکومتی حق نداره برای مسائل مذهبی خودش سرمایه ملی رو ببره مصرف کنه. بسیار خوب، اصلا اینجا هم منطق آقای عبدالکریمی رو قبول کردیم و بر همون فرمونی که ایشون روندیم تو همون ماشینش هم نشستیم، آمدیم تا اینجا، گفتیم اصلا حکومت ایران وظیفه داشت، نمیدونم حق داشت، امکانات ملی مال زن و بچه مردم، پیر مرد، پیر زن، روستا هم ببره تو سوریه با داعش بجنگه برای اینکه به زینبی حمله نشه. بسیار خوب، تا اینجا شمتون عقیده است و شیعه است و باور شما، حتی اگر رای گیری هم میشد مثلا اکثریت شیعه هم یه اون رای میگذارم مثلا ببره، هرچی داریم خرج مبارزه با داعش کن. آیا همه کاری که جمهوری اسلامی دستوری کرد برای دفاع از زینبیه بود یا نه برای حفظ حکومت بشار اسد بود؟ خودت هم گفتی، گفتی به هر حال دنیا میخواست اسد بره جمهوری اسلامی حفظش کرد. نگید جمهوری اسلامی، بفرما روسیه و جمهوری اسلامی به عنوان نیروی تحت امر روسیه. چه نفعی اینجا داره برای مردم ما که آقای اسد بمونه یا بره؟ چه ربطی به من ایرانی داره جز جنگ ایدئولوژیک، جز این که جمهوری اسلامی میخواد با اسرائیل به جنگه، جز این که خمینی گفته اسرائیل باید صحنه روزگار محو بشه و این داره این کار میکنه؟ آقای عبدالکریمی گوزش میخوام، درود بر تو، من به تو احترام میذارم، اما لیاقت و صلاحیت طرح یک گفتمان ملی رو شما نداری رفیق شفیق، برای اینکه نه جسارتشو داری و نه صلاحیتشو داری و نه حتی علمش رو داری که بیای این طرح رو، این پایه رو بریزی. که اول باید محکوم کنیم گفتمانی رو که خمینی گفت اسرائیل باید از بین برود. اگر نتونی اون رو محکوم کنی و نمی کنی و حتی قطعاً بهش باور داری، وقت نمیتونی نفوذ و دخالت بی حد و حصر و جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی در سوریه رو نفی کنی یا رد کنی، مجبوری توجیه کنی. بله بله بله، تمامیت ارضی که نیازه و خیلی مهمه، بعد از اون نیروی سپاه هم که خیلی مهمه، و از اون مهمتر اینکه سپاه اونجا از ما دفاع کرد و رای نفس شما رو داشتن، رای نفس شما رو کجا رای نفس شما رو داشتن میگرفتن؟ بفرما که ما برای این که بتونیم تو منطقه با اسرائیل بجنگیم و ادامه تشنج داشته باشیم و بتونیم همین بازی ها رو ادامه بدیم، نیاز داریم که سپاه بره اونجا باشه. چرا میگی این چیزا رو؟ واضح تر بگو، کیو بخوای گول بزنی؟ فیلسوف،
جز تعهد به واقعیت و حقیقت، حقیقت بر مبنای واقعیت، در واقع حقیقت یا اندیشه ورزی و منطق با ارجاع به واقعیت، به مضمون، نه تفکر انتظاری. جز تعهد به این، هیچ تعهد به هیچ چیز دیگری نباید داشته باشه. روشن فکر به جز درک واقعی مسائل آنگونه که هستن، برگرفتن از مضمون اجتماعی با استفاده از خرد و تجربه و بیان شجاعانه اون، بویژه در برابر سنت ها، قدرت ها، نیروهای حاکم، نیروهای در واقع ارتجاعی، نیروهای خرافی، نیروهای زورگو، هیچ تعهدی در مورد هیچ مسئله دیگه نداری. روشن فکر اینه، فیلسوف اونه. حضرت عالی نه روشن فکری نه فیلسوفی، حتی نوع اندیش دینی هم نیستی، برای که نوع اندیش دینی هم یک مبنایی داره، قدرت موجود رو، تمام اندیشه و فکرش رو در جهت توجیه قدرت حاکم به کار نمیگیره. شما داری توجیهگری میکنی، مشروعیت دهی میکنی، داری میگه خب این که هست، این که هست، سپاه که هست، تو سوریه هم دخالت کرده، تو عراق و منطقه هم این همه هزینه بر ملت ایران تحمیل کرده، خب اینا که نمیتونیم رد کنیم چه. بعد برای اینکه اینا رو مشروعیت بدیم میگه خیلی خب، اینا برمیگرده به تمامیت ارضی. آقا تمامیت ارضی خیلی مهمه. هست پس توی روشن فکر، توی اپوزیسیون، توی مخالف، بیا اینو بپذیر، این چارچوب رو ببذیر، بعد وارد صحبت‌های دیگه بشیم. این بنایی است که از تاریخ داریم می‌ریزیم. نگاه کن به قواره، به اندازه، به اون جسمیت، به اون واقعیت چارچوبی رو که درک کردی. نگاه کن به قول خودت، به اون پرسپکتیوی که در واقع از آن زاویه، از آن جهت مسائل رو دیدی. نگاه کن، داری توجیه واقعیت میکنی، داری مشروعیت میدی به چیزی که هست. خب حالا که سپاه دفاعیت نکرده بود، یعنی نرفته بود تو سوریه، نجنگیده بود، خواسته بودن آقا برو، یادت هست که آقای عبدالکریم، آقای محتشمی زمانی که صدام حمله کرد به کویت، اومد گفت که ایشون چیه، اون سردار اسلام یه چیزی لخالد کی بود یادم رفت، گفت ایشون الان نقشه فلانی رو داره که در تاریخ اسلامی جایی جنایتایی کرده بود، کی بود، ما باید بریم کمک به صدام کنیم. خب اراده حاکم که رفسنجانی و خامنه‌ای بودن قبول نکرد و نکرد. آقای عبدالکریم، شما اگه اون زمان می‌خواستی بیای توجیه تفسیر کنی، اگه دخالت کرده بودن، من گفتم آقا دیدید اینجا اصل اسلام بود، باید می‌رفتن دخالت به خدایی بود و برش می‌دادن تمام ترجیح. بعد که دخالت هم نکردن، دوباره یک روشن فکر در واقع غیر مستقل و غیر شجاع میگه خیلی خوب، حالا به این دلیل و اون دلیل، نه درست بود، اصلا نباید دخالت میکرد. خالد ابن ولید، اون خالد ابن ولید زمانه، بیان بریم بجنگیم با کمک صدام کنیم، بریم با آمریکا بجنگیم. حالا اگر در وضعیت کنونی یه کسی دیگه ای به جای خامنه ای و سپاه و اینا بودن توی مملکت، میگفتن آقا داعش اومده میخواد زینبیه رو خراب کنه، سامرا و نجف اونا حمله کرده، چیکار کنیم؟ می اومدن میگفتن آقا ما حق نداریم اون کارات مملکت عمومی رو ببریم بزنیم اونجا. خیلی خوب، دولت عراق، ملت سوریه، دولت فلان، خودتون حمایت کنید، کار کن فلان، نیروی ایران هم اگر کسی کمک مالی فلان جسمی خودش داوطلب بیاد، می اومدی شما همین رو تبریزه میکردید. دیدید اصلا درستش همین بود که نباید ما دخالت میکردیم. میدونید اساسا کسانی که یک طرح منطقی، عقلانی، فکری متناسب با واقعیت، متناسب با حقوق بشر، متناسب با منافع ملی ندارند، جسارت‌های روشنفکری ندارند، آزاد اندیشی‌های فلسفی ندارند، اینها به انسان‌هایی تبدیل میشن که توجیهگر وضع موجود باشند، چون توان حرف زدن دارند، توان جمله سازی دارن، توان استفاده از واژه ها رو دارن. اینا میشن در واقع، خمینی تعبیری داشت راجع به روحانیون مخالف خودش، میگه اینا آخوندهای درباری هم.
آخوندهای درباری که خیلی زیاد هم بودن، خیلی. حالا تیپ حضرت عالی هم میشن نواندیشان حکومتی دیگه، نواندیش اصلاح طلب هم نیستید، میشین نواندیش حکومتی، یعنی کسانی که میتوانن کارهای حکومت رو تئوریزه کنن، دستبندی کنن، مشروعیت بدن، توجیهگری کنن به خورد بخشی از جامعه دن. اونم کدام بخشی از جامعه؟ همون بخشی از جامعه که خواهان اون تولیداتن، مصرف کننده همون تولیداتن، یعنی بسیج و سپاه. حالا من همه بسیج و سپاه رو نمیگم، دستندرکاران و سردمدارانشون رو میگم. آقای دکتر عبدالکریمی، شاید خیلی از ماها میبینیم حرفای میزنیم، راه حل‌هایی رو میدیم، بحثایی رو ارائه میدیم، اما مورد توجه قرار نمیگیره. نمیتونیم موج بسازیم، نمیتونیم فضا سازی کنیم، نمیتونیم نتیجه مطلوب از اون نیاتمون. حالا نیتم شاید نیت خوبه ها، من نمیخوام نیت خانی کنم اینجا ها. میدونید بعد برمیگردیم عجب جامعه ما هنوز استحقاق و لیاقت اینو نداره که حرفای ما رو بفهم، اینجوری نتیجه. از توی که متوجه نیستیم بابا، ما نیستیم در اون جایگاهی که ادعا میکنیم. حضرت عالی یک ادعای بزرگی کردی که آقا یک طرحی بریزیم، گفتمانی بسازیم، یک چارچوبی تعیین کنیم، این چارچوبی باشه برای آشتی ملی، برای حل و فصل تمام معضلات و مشکلات ملی در این چارچوب بر مطابق این مبناها و بریم پیش. ادعای بزرگیه رفیق شفیق، ادعای بزرگیه. من وقتی که حرف میذارم میگم یکی از سخنگوهای اپوزیسیون دموکراسی خواه درون کشورم، یکی از سخنگویان اپوزیسیون های دموکراسی خواه و سکولار دموکراسی خواه درون کشورم، جای خودم رو تعیین کنم، نه نماینده کل اپوزیسیونم، نه کسی هستم که ادعا کنم حرفی بزنم در چارچوب اپوزیسیونی که پوزیسیون هم بپذیره، حرفی بزنم که حتی اصلاح طلب ها بپذیرن، چه برسه به نیروی حاکم سرکوبگر، نیروی که اسلحه دستش زندان قفل زندان. نه خیلی ناراحت نباشیم، حالا درسته برادر ما رو گرفتن، خواهر ما رو زدن، دوست ما رو کشتن، نمیدونم اونجوری کردن، بردن توی سلول شیشه نوشابه به ما تحتمون کردن. نمیدونم قبلا میگفتن مثلا میخوان یه الاغی رو کار بکشن، روستاها یادمه، میگفتن نوشادر بهش تدریق میکردن، میگفتن که این تونتر را بده، یا مثلا میگفتن مگه بهش نشادر زدن. حالا جمهوری اسلامی بنا به گفته برخی از زندانیان که من اخیراً شنیدم میبرن گاز فلفل به ما تحت طرف میکنن تا آدمش کنن. آه چه اشکالی داره حالا یه چند بارم گاز فلفل به ما تحتش کرده باشن، به آلت تناسبش کرده باشن، چه اشکالی داره؟ حالا یه دیرم کشتن، شکنجه کردن، اعدام کردن، میزنن، میکشن، میگیرن. آقا ناراحت نشین، کینه به دل نگیریم، یعنی چرا کینه به دل بکنیم؟ بی انصاف، ای عدول کرده از منطق، ای کسی که خواسته یا ناخواسته زبانت و علمت رو فروختی، اینا رو خیلی دست کم میگیری به این مسئله که میدیسه. سلب حقوق اساسی ملت از بین بردن به قول خودشون هر سو نسل یک ملت، چه مالی، چه جانی، چه آبروی به ویران تبدیل کردن کشور، اینا رو میگی نه حالا اینا مهم نیست. و کلی در حقانیت روحانیت و سپاه و بسیج داد و سخن میدی، اینجوری میخوای گفتگو را بیندازی، طرح گفتگو را بیندازی؟ نه آقا ما نه تندویم، نه کینه وردیم، نه متعصبیم. از امثال حضرت عالی امثالتان صدها برابر برای مملکت از این نمیده. گفتم که نمونه کوچیکشو برات، اما نه ترسوییم، نه طمعی داریم، و نه خودمون رو به خریت میزنیم، واقعیت رو میگیم. تو چگونه گفتمانه میخوای بریزی که در اون گفتمان همه به قول تو فرزندان مردم باشن، ایران باشن، مخالف و موافق بشینن برادر و دور هم زندگی کنن، در حالی که ولایت مطلقه فقیه برای مملکت حاکمه، و اینکه سپاه و بسیج و
نیروهای امنیتی نفس ملت رو گرفتن، در حالی که دزدان حکومتی تمام اموال مملکت رو غارت کردن. چه جوری میخواد گفتمان سازی کنی؟ با چه جرأتی، با چه اندیشه‌ای، با چه پشتوانه‌ای؟ ممکنه بگی من یک نواندیش دینی هم حرفم رو پیپکان نواندیش دینی حرفش رو میزنه تو چارچوبش بزنه. شما برید راجع به واژه های دینی تحقیق کنید، برید مثلا راجع به ربا، نمیدونم راجع به نمیدونم مساله صیغه مساله شرعی چیزایی که میگن، برید راجع به مساله طرف مثل های شمستانی مثل های کلیبه جای خودتون رو بدونید. اگر میخواید که به آخوند منبری ولی فوکولیش تبدیل بشید که همیشه دعوتتون کنن و حرف بزنن و ازتون تجلیل کنن، خیلی خوب. ولی اگر حرف جدی میخواید بزنید، راه حل برای مملکت میخواید بدید، اینجوری نیست. مسئله این نیست که این بر بگید بگذرید و گذشت کنید، اصلا مهم نیست، اتفاقی نیفتاده، آقا هزاران تن کشته شدن، اصلا مهم نیست. یه پیرزنی به اسم گوهر عشقی بوده، پس پسری داشته رسو ستار بردیم کشتیم، جسدش هم تحویلش ندید، اهمیتی نداره، اصلا مهم نیست. صدها تن آبا ما کشته شدن و کشته شدن دیگه، کشته شدن، اصلا مهم نیست. بیم بشیم من گفتگو کنیم، کی با کی گفتگو کنه؟ زنم مزون شما که شما آقای عبدالکریمی وابسته به مکتب و فلسفه و فرهنگی هستی که سالیانی گفتید که در واقع گفتگو و رابطه بین ظالم مظلوم معنا نداره، گفتید که مثل رابطه گرگ و میشه، نگفتید؟ اگر اونا رو قبول نداری اول به تو حرفات بگو من قبول ندارم. چگونه میشه مگه آیت الله خمینی نمیگفت ظالم و مظلوم با هم گفتگوی نداره؟ چجوری تو میگی که من مظلوم خواهم مادر ستار بهشتی، پدر پویا بختیاری، تبرزدی، نمیدونم کی 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 بیان بشینم با خامنه و سردار سلامی و زن نور رو نمیدونم آقای طائب و نمیدونم آقای رئیسی و نمیدونم نمیشین با هم گفتگوی کنی؟ یه با هم گفتگوی کنی؟ تو وقتی که همسایت میاد میزنه میبره اموال تو، مال تو برده، بچه تو زده، از بین برده، چیزی برات نذاشته، بعد میگه بیا بشین من گفتگو کنیم؟ خیلی خوب، والا اشکال نداره، دعوای بودی دیگه، اموالی بودی از بین رفته و بچه‌م کشته شده و یک کم زمین رفته و حالا دیگه آشتی آشتی، بشین با هم حرف بزنیم. آقا مهم اینه که ما همه در یک مملکت زندگی میکنیم، تمامیت ارضی داریم، یک سپاه قوی داریم، بسیار مقتدره، هر جا نیاز باشه میره دخالت میکنه، میکشه، میزنه. آمریکا هم هر جا هست میره علیش، به قول تو میگی که یک یه دونه قایق من پا میشه میره با یه با یک آرتیجی، یک کشتی، یک ناو آمریکایی رو تهدید میکنه. چه افتخاراتمونه؟ این همه افتخار داریم، بشینیم روی افتخارات برای چی ما با هم دیگه بجنگیم؟ این همه افتخارات مشترک داریم، بشینیم آشتی کنیم. آقا بچت مرد که مرد، به درکمون زیر شکنجه از این رب، به درک از این رب. آقا بکن، تمامیت ارضی مهمه، اقتدار سپاه مهمه. ما در روزگار زندگی میکنیم آقای دکتر عبدالکریم بیژن عبدالکریمی که متاسفم بگم همه چیز به ابتذال کشیده شده، حتی روشنفکری دینی، حتی روشنفکری دینی، حتی فیلسوف بودن، همه چیز رو به ابتذال کشیدیم، همه چیز رو فاسد کردیم، همه چیز رو بی‌معنا کردیم، پوچ کردیم، بیهوده کردیم، برای اینکه انسانیت رو فراموش کنیم. انسانیت، مروت، انسان، شفقت، فراموش. انسانیت رو قربانی قدرت کردی، قربانی ایدئولوژی کردی، قربانی کشور گشایی کردی، قربانی ایدئولوژی گرایی کردی، اینه که سقوط کردی. حتی روشن فکر دینی ما نانیشه، دینی ما وقتی که حرف میزنه در واقع داره واژه ها رو به ابتذال می کشونه.
حقیقت رو قربانی واقعیت میکنه، داره واقعیت رو توجیه میکنه، بر مقت رو برق حقیقت میکنه. این شروع بزرارم قصد پا تجلیم میکنه برای اینکه قدرت داره، سرنیزه داره، از دخالت غیر قانونی سپاه در منطقه دفاع میکنه برای اینکه میدونه حتم دارم در درون خودت نسبت به این کار خودت حتی نفرت داره، اما مجبوری برای این که میخواهی حرف بزن، برای این که میخواهی بمانی. و البته دوست داری که کار خوبی هم بکنی، میخواهی دوگانه سنت و مدرنیته رو، نزاع سنت و مدرنیته رو به بدترین شکل ممکن است ببینی. بعیده از یک بیست، بعیده. چرا گفتمان سازی ها، چرا گفتگوها، چرا طرح اندیشه ها تا این اندازه به ابتذال کشانده شده؟ برای اینکه بدترین نوع حکومت دیکتاتوری که دیکتاتوری مذهبی یا ایدئولوژیکه بر مملکت حاکمه و این ایدئولوژی گرایی و این قدرت و این سرکوب حتی فیلسوف و نوع اندیش ما رو هم مسخ کرده، هویتش رو ازش گرفته، به جای اینکه از اندیشش، از خردش، از منطقش، از قدرت بیانش استفاده کنه در دفاع از حق ستم دیده، حق مظلوم، حق کسانی که زیر بار ظلم و ستم هست و نیستشون را از دست دادن، آنها را دعوت می کند در کنار ظالم ستمگر بشینند، گفتگو کنند، گذشته ها را فراموش کنند. شما سخنگوی سپاه بسیجی، نه نوع اندیشه بی طرف دینی، حتی شما توجیهگر ستم سپاهی. من کسی هستم که چهار برادرم در ابتدای انقلاب در لباس سپاه بودند، دو تن در جنگ کشته شدند، دو تن بعدم به کسبت پوزشگران هم. با این واژه ها، با این دنیا، با این فرهنگ ها بیش از آشنا. بنابراین آقای دکتر عبدالکریمی، اگر جرأت و شجاعت ارائه یک چارچوب برای گفتمان ملی رو نداریم، بهتر است سکوت کنیم و به حوزه های وارد نشویم که استحقاق اون را نکنیم. با درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، آقای دکتر بیژن عبدالکریمی رو من به عنوان یک نوع اندیش دینی می شناختم و به ویژه